السلام عليكم دوستاني عزيز. واقعي كي امروز بر شما نقل ميكنيم اين واقعه براي همان زنهاي كي شوهر دارد و شوهرهاي شما از دست شما ظلم ميبينند، يك راحتي خوب نميبينند. باور كنيد والله اگر شوهر شما نسبت شما دعاي بد کرده باشد شما نميميرد تا آن دمه كي دعاي شوهر شما اجابت نشود. خوب قصه را گوش میکنیم و بعدا خلاصه خود را حتما در کامنتاری می نویسیم. خداوند از همه شما راضی باشد. باید که واقعه را که سال 2010 با چشمای خود دیدم و شاهد این حالت گشتم. روز صبح به نزدم یک جوان آمد، گفت امروز جنازه هست، به نماز پیشین مرده را می برارم. خوب می شود بر وقت رفته در آنجا اشتراک ورزید. در محله در یکی از خانه های حشمتناک یک زن وفات کرده است. طولی 5 روز می شود که جسد در خانه اش تنها مانده است و خلاص تنها زندگی می کرده است و هیچ کسی همراهش نبود. مردنش را کسی نمی دانست. 5 روز می شود علاقه مرده ویران شده بوی گریفته استاده است. در آخر همسایه ها دروازه اش را ویران کرده در آمده بینند که 5 روز پیش امانت را سپاریده است. در یک حالت خیلی بد خواب بوده، مرده هم به مانند سنگ سخت شده مانده است. جنازه همین زن را می خونید، گفت. رفتم. 10-15 نفر تابوت را آوردند. جنازه را خواندیم، به قبرستان برده دفن کردیم. بعدن برای تسکیه بیان کردن به خانه اش رفتیم. همان آدمانی که در خانه بودند پرسیدم آیا این زن فرزند ندارد؟ مردنش را کسی نمی داند. 10-15 نفر برداشته بر قبرستان بردند. یک مرد گفت ای شیخ، تاریخ این واقعه دراز است. این زنی را که دفن کردیم یک زنی کارگری در وظیفه های بالا می نشست. در تشکیلات کمسومال دوره سیوزی نیست با همان آدمانی که در تشکیلات های رسوبلیکی کار و فعالیت می کردند با همان انسان ها رفت و آمد داشت. شوهرش یک مردی عادی خدمتگار بود. هر وقت خواهد می آمد و هر وقت می خواست می رفت. 4 فرزند داشت. همه آنها در دیگر مملکت ها عین حال کار و فعالیت و زندگی می کنند و دیگر برد نگشته اند. شوهرش را احترام نمی کرد، تکبری می کرد، فرزندها را مهربانی نمی کرد. آخر شوهر هم حمیت و غرور دارد. اما این زن پروایی شوهرش نداشت. در کار هستم، در فلان جا هستم، گفته دائم سخنها را با شوهرش می گفت. می دانیم که در همه آئله جنگ و جنجال می شود. شوهر این زن نیز از قهر و غضب زیاد زنش را یک بار به یک شپاتی زده است. برای همان یک شپاتی زدن شوهرش، این زن که در وظیفه های بالا می نشست، شوهرش را با تهمت های زیاد به زندان انداخت. شوهرم ظلم میکند، دائم عذابم میدهد، بسیار مینوشد، گفته تهمت های زیاده را گفته است. در زل صد سودیه ها از این مرد پرسیدند سخن آخر دارید؟ حکم خونده شد آقای شما میتونید که یک سخن آخری خود را گویید. این مرد گفت شوهر همان زنی که با تهمت شوهرش را سود کرده بود. این مرد گفت سخن آخری من این است که من به همسرم ظلم نکرده ام. او را تا این دم باره نزدم، بدی نکردم، ننوشیدم. من مرد هستم، برای من شدن حق خودم، غرور خودم جایز نیست. برای طلب کردن حق خودم امروز با تهمت زیاد از دست همسرم زندانی می شوم. اما شما شاهد باشید، شما شاهد باشید با همین زن من چقدر زندگی کرده باشم هم، چقدر شب و روز را یک جا شده گذرانده باشیم هم، من از این زن راضی نیستم. من را چگونه کرده باشد خدا در دو دنیا خار و ذلیلش گرداند، گفته گریان از زلی صد برآمده رفته است. از بین یک سال گذشته است و این مرد در همان زندان وفات کرده است. این اسراب را برداشت کرده نتوانست. جسدش را زنش به خانه نیاورد. خش و تباران در همان جا جنازه کرده دفن کردند. یگان نفری نموند که در حق این زن لعنت های زیاد خوانده باشد. در آخر از عمل و منصب رفت. وقتی فرزندهایش بزرگ شدند
چگونه خارو عذاب کشیدن مردنی پدرشان را شنیدند، از بحر این مادرشان گذشته همه آنها به دیگر دولت ها رفتند و دیگر برنگشتند. در آخر تنها خودش مانده مردنش را کسی نمی داند، حتی که معنی اش را یک شخص پیدا نشد که ببندد. بله، آن مردهایی که زنها را ظلم میکنید، به یک زنی دوچار میشود که ظلم از همون زنها میبینید. آن زنهایی که شوهرها را ظلم میکنید، نسبتشان حق خودشان را نمیدهید، باور کنید روزی میشود که پشیمان میشوید به این کار و به این عملاتون. چون در یک حدیث پیامبرمان صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر یک زن طاعت و عبادت های زیاده کرده باشد، نماز خونده باشد، روزه گرفته باشد، خیر و احسان های زیاد کرده باشد، با این در خدمت شوهرش باشد و خدمت شوهرش را ادا کرده باشد، و اگر او زن بمیرد، شوهری همان زنی که وفات کرده است بگوید که پروردگارا تو شاهد باش، من همسر خود را از دست دادم، اما از او در دو دنیا راضی هستم. روز قیامت الله تعالی می گفته است که ای همان زنهایی که شوهرهای خود را راضی کردید برای رضایی من، مرحمت، از کدام در جنت خواهید داخل شوید؟ پس برای داخل شدن به جنت زنها چی باید کنند؟ در خدمت شوهر باشید و شوهرهای خود را راضی گردانید. انشاءالله جنت از شما می شود.